شب شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خسته ام، درمانم اوست. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. پس روشن است طبیبان رو پادشاه جمع کرد. طبیبا لاف ها زدند، جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. وعده ها دادن، ادعاها کردن، لاف ها زدن و گفتن ما هر کدوممون یک مسیحا هستیم، جان میبخشیم و بیماری ها رو شفا میبخشیم و برای هر بیماری ما یک دارویی داریم. شما جناب پادشاه خاطر خطیرتون آسوده باشد و ما در ظرف چند روز این کنیزک رو بهتر از اول تحویل شما خواهیم داد. اما یک چیز رو فرو نهادن، گر خدا خواهد نگفتند از بتر. بتر یعنی سرمستی و از همون کلمه طرب میاد، یعنی شکل دیگری از طرب است، از فرط خودبینی و خودشیفتگی و مست خود بودن از خدا غافل بودن. نگفتن اگر خدا بخواد، گفتن نه، همه چیز مهیاست، ما به هیچ چیز دیگه احتیاج نداریم. خدا هم در اینجا دقیقا کاری کرد که عجز اونها بر اونها آشکار بشود و یعنی انشاءالله نگفتن. خلاصش انشاءالله که در عربی به او کلمه استثناء میگوین. استثناء، کلمه استثناء یعنی انشاءالله گفتن. وقتی که شما عزمی میکنید، اراده میکنید برای کاری، میگید استثنی فیه به مشیت الله، من مشیت خدا رو کنار میذارم، استثناء میکنم، یعنی اگه او در میان بیاد نمیدونم چه خواهد شد، اما با این اسباب و وسائلی که من دارم، با این تمهیدات و پلنینگی که من کردم، خب نتیجه حاصل خواهد شد. مگر خدا نخواهد، مگر خدا نگذارد، اون میشه استثناء. خب همونی که ما میگیم انشاءالله. بعد مولوی اینجا توضیح میده، میگه ترک استثناء مرادم قسوتیست، نه همین گفتن که عارض حالتیست. منظور من از ترک استثناء یک نوع قفلت است و یک نوع قسوت است در دل، یک قفلتی. منظورم به زبان گفتن نیست. ای بسا ناورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناء است جفت. ای بسا کسانی که انشاءالله به زبان نمیگن اما در جانشون این معنا ریشه دارد و نشسته است. ببینید خیلی چیزا هست، همطور که میدونید جاش وجود آدمی است، جاش دل آدمی است، نه زبان آدمی. اگرم به زبان بیاید به منزله علامتی است از اون چه که در دل است. دعا کردن اینطوره، دعا در اصل کار دل است نه کار زبان. شما به زبان هم دعا نخوانید، خب نخوندید، اشکالی نداره. توی دلتون وقتی با خدا سخن میگید، وقتی طلب میکنید، وقتی تشنگی دارید برای رسیدن به مقصدی و با خدا در حضور خدا این طلب رو مطرح میکنید، این عین دعا کردن. به زبان بگویید یا نگویید. حالا ما البته آدمیان چون مطالباتمون و خواهشامون رو باید به زبان بگیم با یکدیگر،
فکر میکنیم به خدا هم که میرسه باید به زبان بگیم. نه، اون احتیاجی به زبان گفتن نداره، اون دل ما رو میخونه. البته به منزله آیین‌های اجتماعی اشکال نداره که اینها به زبان گفته شود، به صدای بلند، با آهنگ لطیف که دلها رو برانگیزد. اما فراموش نکنیم اصل دعا کردن مال زبان، اصل عاشقی مال دل است، نه به زبان. حالا یه کسی هزار بارم میگه من عاشقتم، اینا هیچ در ماهیت امر تأثیری نداره و دل باید دل بسته باشه.